با اورغولاه رحیمپور تحلیلگر سیاسی از ترکیه همراه هستیم. آیا رحیمپور، برداشت شما از این سفر منطقی عراقچی و به خصوص سفرش به ترکیه چه هست؟ رسانه‌های ترکیه این سفر رو چطور دیدند؟ درود بر شما و بینندگان محترم این سفری که امروز آغاز میشه در واقع امروز وارد آقای راخچی وارد استانبول شد از دو جنبه میتونه قابل تحلیل و ارزیابی باشه دو جنبه ای که هر دوتاش برای جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست و اهمیت بالایی داره موضوع اول که همونطور که در خبرها هم اعلام شده و شما هم بهش اشاره کردید مسئله نشست آقای راخچی در اجلاس وزرای خارجه شورای دواز با سازوکار سه به اضافه سه هست یا همون همکاری قفقاز جنوبی که این بخش خودش به موضوع مهمی برای جمهوری اسلامی محسوب میشه به دلیل اینکه با توجه به اینکه کشورهای عضو این پیمان یا عضو این ساز و کار یعنی ارمنستان، آذربایجان و گرجستان که قفقاز جنوبی محسوب میشن و کشورهای تحت تاثیر و همسایهشون روسیه، ایران و ترکیه در یک وضعیت چالش برانگیز ژئوپلیتیک در این منطقه به سر میبرند علال جمهوری اسلامی سعی میکنه که یک نقش فعالتری رو در اون منطقه ایفا بکنه علاوه بر اون موضوع مطرح شدن در واقع مطرح شدن موضوع کریدور زنگ زور و حمایتی که روس و ترکیه از این موضوع دارن انجام میدن باعث یک صفبندی جدیدی شده به این ترتیب در این اجلاس احتمالا جمهوری اسلامی در کنار ارمنستان خواهد بود برای مخالفت با اجرای طرح زنگ زور و در طرف مقابل روسیه و ترکیه و آذربایجان در واقع تلاش میکنن که این رو به پیش ببرن و بتونن این طرح رو اجرا بکنن جمهوری اسلامی این رو بر خودش یک خطر ژئوپلیتیک محسوب میکنه ناگفت یادم تا یادم نرفته بگم که گرجستان در این جلسه حضور نداره و احتمالا به خاطر اختلافاتی که با ها داره از شرکت امتناع ورزیده پس این مسئله اول هست یعنی قضیه منطقه قفقاز جنوبی به ویژه موضوع کریدور زنگ زور که برای جمهوری اسلامی از اهمیت بالایی برخورداره و شرکت عراقچی در این جلسه در واقع به خاطر این هست که سعی بکنه مخالفت رسمی جمهوری اسلامی با این مسئله رو اعلام بکنه و بر اون پافشاری کنه موضوع بعدی مسئله تحولات منطقه و خاورمیانه است که در ادامه سفرهایی که عراقچی به به لبنان، سوریه، اردن، مصر، عربستان، عراق به این کشورها داشت و در خصوص مسئله احتمال اقدام نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی رایزنی ها رو را انجام داد مسئله است که اگر فرصت باشه در اون مورد هم عرض، مطالبی رو ارز میکنم باید رحیم پور، فکر میکنید که این نشست منطقه‌ای در ترکیه که شما بهش اشاره کردید چقدر در واقعیت تحولات اقتصادی و سیاسی ایران موثر باشه و به ویژه بتونه بر فضای پرتنش منطقه تأثیری داشته باشه اگر خیلی کوتاه لطف بفرمایید خواهش میکنم ببینید اگر کریدور زنگ زور در شمال غرب ایران به تحقق بپیونده به طبیعتا ها حداقل در کوتاه مدت و ترکیه و آذربایجان در بلند مدت میتونن خودشون رو با اتصال مستقیم به شرق آسیا و از طرف دیگه به اروپا یک مسیر جدید اقتصادی رو ایجاد بکنن مسیری که میتونه ایران رو به لحاظ جغرافیایی از انتقال کالا به صورت در واقع به صورت کلان دور بکنه و حتی مسئله انتقال انرژی روسیه و منطقه قفقاز به اروپا رو هم تسهیل بکنه بدون اینکه ایران نقشی داشته باشه در نتیجه وقوع این مسئله خسارت های زیادی چه به لحاظ عدم عدم و نفع تجاری و چه به لحاظ بی اهمیت شدن و منظوی شدن جمهوری اسلامی در اون منطقه میتونه ایجاد بکنه حالا اگر در منطقه خاورمیانه بله. هم جمهوری اسلامی با تضعیف گروه های نیابتیش با انزوا مواجه بشه اساسا از دو سو یعنی از سمت غرب و شمال غرب تحت فشار شدیدی قرار خواهد گرفت تلاش تلاش که دولت چهاردهم و جمهوری اسلامی داره انجام میده این هست که خودشون رو از این فشار در واقع رها بکنه سپاسگزارم از شما روح الله تحلیلگر سیاسی از ترکیه no